سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید: باید علیه فعالیت‌های خطرناک رژیم ایران ایستاد و ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه را تأمین کرد. تأکید امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بر مقابله با توسعه طلبی رژیم ایران. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی: کسانی که مسئول حمله شیمیایی در سوریه بودند باید مورد حسابرسی قرار گرفته و پای میز عدالت آورده شوند. CNN صحنه‌هایی از جنایت جنگی اسد و متحدان اون در دوما در حومه دمشق رو نشون داد. بخشی از این گزارش رو می‌بینیم. جنایت جنگی در دوما. CNN: خشم از حمله شیمیایی در سوریه افزایش می‌یابد. در این حمله ده‌ها شهروند در دوما کشته شدند. به شما هشدار می‌دهیم که برخی از این تصاویر که نشان می‌دهیم بسیار وحشتناک و ناراحت کننده است. دولت سوریه انکار می‌کند که از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است و متحد آن روسیه نیز حتی تمام ماجرا را حقه‌بازی می‌خواند. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این حرف آنها را قبول ندارد و در توییتر خود آنها را زیر ضرب برد و رئیس جمهور سوریه بشار اسد را یک حیوان خواند. او همچنین هشدار داد که قیمت سنگینی پرداخت خواهد شد. مجدداً به شما هشدار می‌دهیم که این تصاویر ناراحت کننده و وحشتناک است. این فیلم ویدئویی نشان می‌دهد که برخی از قربانیان روی زمین قرار داده شدند که بسیاری از آنان کودکان می‌باشند که کف بر دهان دارند. این سند گویایی از حمله شیمیایی است. بیش از یک سال است که آمریکا دست به حمله موشکی علیه یک پایگاه هوایی سوریه زد. این حمله بعد از یک حمله با گاز سارین توسط دولت سوریه بود. حملات شیمیایی در سوریه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. این اظهارات سفیر فرانسه در شورای امنیت. فرانسوا دلاتره، سفیر فرانسه در شورای امنیت: من با 8 عضو دیگر شورای امنیت صحبت کردم. من همچنین از استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، و آقای توماس ماکرام، معاون سازمان منع تسلیحات شیمیایی، برای بریف مهم و جامعی که ارائه کردند تشکر میکنم. زمانی هست که برخی چیزهای مهم در خطر هستند و وضعیت زندگی یا مرگ به وجود میآید. وضعیت صلح یا جنگ، تمدن یا وحشیگری، نظم بین المللی یا هرج و مرج. الان وضعیت به همین نقطه رسیده است. رژیم اسد با حمله هولناک شیمیایی یک بار دیگر مرز سرخ وحشت را در دوما نقض کرده است. ما مطلع هستیم که دو حمله شیمیایی، به خصوص آنها که جدی‌تر بودند، در 7 آوریل در دوما اتفاق افتاده است. هیچ زبانی برای تشریح وحشتناک بودن تصاویری که در 7 آوریل منتشر شدند وجود ندارد. این کودکان که قربانی حمله شیمیایی بودند، قربانیان خود به خودی یک حمله وسیع نبوده، بلکه اهدافی هستند که عامدانه مورد حمله شیمیایی قرار می‌گیرند. برای این کار طراحی شده است تا ترور و وحشت ایجاد کنند و این همان تروریسم دولتی است که رژیم دمشق به آن دست می‌زند و تکرار سلسله‌ای از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. آقای رئیس، این حمله و گلوله بارانی که توسط رژیم اسد صورت گرفته و آن را با کمک متحدان روسی و ایرانی انجام می‌دهد و طی آن از تسلیحات شیمیایی هم استفاده شده، یادآور یک رژیم ماکیاولی است که در صدد است مردم خودش را به طور کامل
از بین ببرد. Bring us face to face with the destructive madness of a Machiavellian regime which seeks to destroy its people completely. حامیان اسد یعنی رژیم ایران و اسد نمیخواهند این روند متوقف شود. در هفتم آوریل که در دو ماه حملات هوایی صورت گرفت، هواپیماهای روسیه هم در حومه دمشق در عملیات هوایی شرکت داشتند. حمایت نظامی روسیه و رژیم ایران و حضورشان در صحنه در همه سطوح ماشین جنگ سوریه وجود داشته است. هیچ هواپیمای سوریه بدون اطلاع متحدش روسیه پرواز نمی کند. آقای رئیس، با این حمله رژیم اسد بار دیگر عزم جامعه بین‌المللی و یک پاسخ قوی آن را تست می کند. این رژیم باید فهم کند که استفاده از سلاح شیمیایی علیه شهروندان دیگر قابل تحمل نیست و آنها که اصل بنیادین امنیت جمعی را نقض کنند بایستی مورد حسابرسی قرار گیرند و پای عواقب آن بیایند. فرانسه مسئولیت کامل خود برای انهدام کامل تسلیحات شیمیایی را میپذیرد و این تعهد و حرفش را محترم میشمارد. سفیر انگلستان در شورای امنیت حمله شیمیایی بشار اسد علیه زنان و کودکان سوری رو وحشتناک توصیف کرد و خواستار پاسخ مناسب به اون شد. My government shares the outrage that other colleagues have eloquently described today. سفیر انگلستان در شورای امنیت گفت: دولت من در خشم شدیدی که سایر همکارانم به درستی توصیف کردند خود را سهیم می‌داند. به واقع این وحشتناک است که به قربانیان و خانواده‌هایی فکر کرد که در زیر زمین پناه گرفته بودند و بعد گرفتار گاز سمی شدند. این سومین باری است که طی 5 روز این شورا تشکیل جلسه داده است تا در مورد تسلیحات شیمیایی بحث کند. به معنی دقیق کلمه این ترس‌آور است و شورای امنیت باید نگران باشد و اعلام خطر کند که تسلیحات شیمیایی تبدیل به جزئی عادی از جنگ شود. به عنوان عضوی از اعضای دائمی شورای امنیت، انگلستان معتقد است که ما مسئولیت مشخص داریم که به ممنوعیت استفاده از تسلیحات کشتار جمعی پایبند باشیم. ما با سفیر هلند موافقیم که 5 عضو دائمی مسئولیت مشخص دارند. من معتقدم 4 کشور عضو به این امر معتقدند، ولی یکی هست که به آن اعتقاد ندارد. Mr. President, I believe that 4 members of the P5 do believe this, but there is one who does not. The Russian ambassador. سفیر روسیه به احیای جنگ سرد اشاره کرد. این جنگ سرد نیست. در جنگ سرد نقض ممنوعیت جهانی استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در کار نبود. این دولت سوریه و حامی آن رژیم ایران و روسیه هستند که جنگ را طولانی تر می کنند و ثبات منطقه و فراتر از آن جهان را تهدید می کنند. مکانیزم مشترک تحقیقات در فاصله 2014 تا 2017 6 مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی را کشف کرده است که 4 مورد آن توسط رژیم اسد صورت گرفته است. 2 مورد هم توسط داعش با گاز خردل. ما در مورد حمله شیمیایی گذشته در خان شیخون صحبت کردیم که به حمله آمریکا علیه پایگاه الشعیرات منجر شد که ما از آن حمایت کردیم. ما در کنار هر کسی در این شورا هستیم که می‌خواهد یک راه برون رفت از مشکل سلاح‌های کشتار جمعی بیابد و خواهان یک هیئت حقیقت‌یاب و یک تحقیقات متناسب به عنوان اولین گام برای خاتمه دادن به این جنگ طولانی هستیم. سرتیپ اسعد الزوبی، تحلیلگر سیاسی و نظامی سوری، در مصاحبه با تلویزیون الاخباری عربستان سعودی گفت که رژیم ایران در کلیه جنایات اسد شریکه.
اگر این رژیم نبود اسد دوام نمی آورد. اليوم اعتقد ان هناك يعني ليست فقط يعني ضروره امريكيه او ضروره هي ضروره دوليه هي ضروره انسانيه هي ضروره بشريه. سرتيب اسد الزعبي. اقدام علیه رژیم اسد تنها یک ضرورت برای آمریکا نیست، بلکه ضرورتی بین المللی و انسان دوستانه است. ضرورتی مربوط به کرامت انسانی و حقوق بشر و ثبات و امنیت در منطقه است. به این دلیل میبایست که به این رژیم که وقاحتش از حد بدر شده و تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته تهاجم کرد. قطعنامه شماره 2118 توسط شورای امنیت تصویب شده که در بند 11 آن آمده است در صورت تکرار استفاده از گازهای سمی یا انتقال آن یا از سرگیری تولید آن، این رژیم میبایست مورد مؤاخذه قرار گیرد. این رژیم 4 بار این قطعنامه را نقض کرده، ولی متاسفانه هیچ اقدامی را از طرف سازمان ملل متحد مشاهده نکردیم. هنوز رژیم ایران و روسیه به این رژیم و جنایت‌های آن پوشش می‌دهند. اینها می‌گویند چون ما مردم سوریه از حقوقمان دفاع می‌کنیم، تروریست هستیم. ما خواهان صلحیم و برای صلح کار می‌کنیم. جهان جنایات رژیم ایران و روسیه را می‌بیند. جنایات اسد را می‌شناسد. رژیم ایران از سال 1978 منطقه را بی‌ثبات کرده است. سرتیب اسعد الزعبی افسود تتحمل كل مجازر المنطقه وكل الارهاب في المنطقه وكل الزعزعه الامنيه في المنطقه منذ عام 1978 لم تهدأ هذه المنطقه حقيقه ولم تمعن. رژیم ایران مسئول کلیه کشتارهایی است که در منطقه صورت میگیرد. این رژیم از سال 1978 آرامش این منطقه را از بین برده و یک لحظه هم این منطقه ثبات نداشته است. در عراق ثبات نیست، در سوریه ثبات نیست، در لبنان کشتار است، در یمن کشتار است و همه اینها به دلیل وجود رژیم ایران است. به این دلیل رژیم ایران اولین مسئول این جنایات است، چرا که از اسد جنایتکار حمایت می‌کند. این رژیم از حوثی‌های جنایتکار حمایت کرده، از حسن نصرالله جنایتکار حمایت کرده. کسی که جنایتکاران را دوست دارد از این جنایتکاران همیشه حمایت می‌کند. اگر رژیم ایران نمی‌بود، این جنایتکار تا این تاریخ در حاکمیت سوریه باقی نمی‌ماند. رژیم ایران هنوز حمایت لوجستیکی نیرویی و دادن مهمات و پول به بشار اسد را ادامه می‌دهد. رژیم صادر کننده و تولید کننده انواع تروریسم رژیم ایران است که در جنایات اسد شریک است. سازمان های حقوق بشری وضعیت مسیحیان ایران رو بسیار فاجعه بار توصیف می کنند. دکتر دیوید کری رئیس اجرایی مؤسسه درهای باز از کالیفرنیا در مصاحبه با تلویزیون الحره در این باره توضیح میده. لماذا كل هذا التضارب في الاحصائيات؟ تلویزیون الحره: چرا آمار مسیحیان در ایران هنوز مشخص نیست؟ دکتر دیوید کری رئیس اجرایی مؤسسه درهای باز: فکر میکنم بسیار سخت است تعداد مسیحیان ایران را بدانیم، چرا که رژیم ایران مسیحیان را مورد تعقیب قرار میدهد و آنها را بدون دلیل بازداشت و زندان میکند. رژیم ایران به روشنی گفته است از مسیحی ها استقبال نمیکند. به این دلیل است که دسترسی به آمار دقیق آنها سخت است. اگر این رژیم مانند یکی از کشورهای جهان بخواهد برخورد کند، میبایست به اقلیت‌ها از جمله مسیحی‌ها آزادی عمل بدهد تا بتوانند کتاب مقدسشان را بخوانند و شعائر مذهبی و آداب و رسومشان را انجام دهند. تلویزیون الحره: طيب دكتور كاري، ما هي ابرز خروقات ايران ضد مسيحيها وكيف تتعامل ايران مع اقليتها المسيحيه؟ رژیم ایران چه آزادی هایی را از اقلیت های دینی سلب می کند؟ دکتر دیوید کری: این رژیم پیروان مسیحی و رهبران آنها را بدون دلیل بازداشت کرده، مانع اجرای شعائر مذهبیشان شده است. حق آزادی مذهبی ابتدایی ترین حقوق بشر محسوب می شود. می بایست به مردم ایران اجازه داده شود دینی که با آن علاقه دارند را پیروی کنند. دین می بایست موضوع شخصی باشد. میبایست اجازه دهند که مسیحی ها به کلیسا بروند و این تهدید سیاسی برای رژیم ایران نیست.
ولی رژیم ایران مسیحی ها را دشمن خود می داند. به آنها اجازه نمی دهد که مناسک دینی خود را اجرا کنند و بخشی از جامعه باشند. این هم یکی از عوامل انزوای جهانی رژیم ایران. اقتصاد رژیم ایران رو به سقوط است. گزارشی از تلویزیون عربی الان. و عملت ایران تواصل انخفاضها للمره الثانيه خلال شهرين. از دو ماه پیش تا کنون سقوط پول ایران ادامه داشته و این سقوط ادامه خواهد داشت. با سقوط پول ایران ارزش آن به حداقل خود رسیده است. رژیم ایران برای مقابله با این وضعیت به صرافی ها هجوم برده و ده ها تن از آنها را دستگیر کرده است تا به زعم خود بتواند کنترل بازار ارز را در دست داشته باشد. بانک ها در ایران نزدیک به 80% از اقتصاد این کشور را در دست دارند. این رژیم هزینه هایش را از سپرده های هموطنان ایرانی تامین می کند. حسن روحانی در سالهای اخیر در زیر فشار تورم بانک ها را مجبور کرد تا بهره خود را بیشتر کند. در روزهای اخیر ارزش پولی ایران به طرز بی‌سابقه‌ای افت داشته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند طی چند روز پول ایران 5% از ارزش خود را از دست داد. بار دیگر نیز این نگرانی وجود دارد که ارزش آن پایین‌تر هم بیاید. کارشناسان اشاره کردند که ادامه سیاست خارجی رژیم باعث شده است که قیمت پول ایران هر روز کمتر شود. این در حالی است که آمار بیکاران به میلیون‌ها نفر رسیده است. بانک ها نیز صدها میلیون دلار قرض دارند. بدهی های رژیم آخوندی و تحریم های موجود روی این اوضاع تاثیر خود را گذاشته است. دانشمندان تصمیم دارند از برخورد یک سیارک بزرگ با کره زمین جلوگیری کنند. این سیارک به نو نام داره و قطر آن نزدیک به 500 متره. سیارک بنو که به صورت بالقوه از نوع اجرام برخوردی محسوب می شود، به طور معمول قرار است در روز 25 سپتامبر 2135 میلادی سوم مهر 1514 شمسی به زمین برخورد کند. اما اخترشناسان ناسا، سازمان هوافضای آمریکا می گویند این اتفاق نخواهد افتاد و این تاریخ آخر زمان نیست، زیرا این جرم آسمانی از حدود 105,000 کیلومتری زمین خواهد گذشت. با این حال حتی اگر این سیارک با زمین برخورد نکند، گذر آن از کنار سیاره آبی ما تأثیرات بدی بر جای خواهد گذاشت. دانشمندان میگویند این جرم 40 میلیون تنی خواهد توانست با نیروی معادل 80,000 بمب اتمی هیروشیما بزرگترین ساختمان‌ها را ویران کرده و آجر به آجر آنها را به ده ها کیلومتر آن سوتر پرتاب کند. دانشمندان علوم فضا تا کنون 1894 جرم آسمانی بالقوه خطرناک برای زمین را در فضا کشف کردند که به نو در صدر فهرست آنها قرار دارد. ناسا در سال 2016 یک کاوشگر فضایی را برای تعیین اندازه به نو و کسب اطلاعات دیگر از این سیارک به نزدیکی آن فرستاد. این کاوشگر با دو بال که با انرژی خورشیدی کار می کنند قرار است در ماه اوت سال جاری میلادی به نزدیکی بنو برسد و به ویژه اطلاعاتی را در مورد جنس مواد تشکیل دهنده آن برای دانشمندان بفرستد. گروه پژوهشگران ناسا مشغول تحقیق بر روی این سیارک هستند. بر اساس نتایجی که این گروه در ماه گذشته میلادی منتشر کرد، به نوع از اجرامی است که با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن به زمین است. گروهی از دانشمندان در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در حال طراحی سپری هستند که می تواند قبل از برخورد به نوع با زمین مسیر آن را منحرف کند. دانشمندان با وجود اندازه‌گیری های فیزیکی نظری تا کنون تجربه ای در چنین کاری نداشتند و نمی دانند که آیا محاسبات آنها در زمینه سرعت جرم، مسیر حرکت و مختصات دیگر در عمل متفاوت خواهد بود یا نه. مارک زاکربرگ مدیرعامل شرکت فیسبوک در جلسه سنای آمریکا گفت
فیسبوک در نبردی دائمی با عواملی از روسیه به سر می‌برد که می‌خواهند از این شبکه اجتماعی بهره برداری کنند. این یک مسابقه تسلیحاتی است. فیسبوک اکنون در حال توسعه ابزارهای تازه برای شناسایی حساب‌های جعلی است.